اسمه العاقل. برین غم اگر خون بگریم رواست. امروز جمعه 3 اردیبهشت 1395 آمدیم به روستای جوقین در شهریار تا مدفن مصطفی کریم بیگی را که در واقعه عاشورای 88 به دست جلادان نظام بلایی شهید شد زیارت کنیم. شنیدم که واقعه بسیار تأثربار و شگفت‌انگیزی در یکی از بیمارستان‌های تهران اتفاق افتاده و آن برداشت کلیه راست یک جوان دانشمند، یک جوان فرهیخته، یک جوانی که دنیا به وجودش باید افتخار بکنه کلیه این جوان را به دلیل به وجود آمدن یک تومور بدخیم در مدت حدود 5 سال زندان مجبور شدند بردارند. قبلا خبردار شده بودم که ایشان در بیمارستان آیت الله طالقانی بستری است. به دیدنش رفتم. عصاره علم و فرهنگ و دانش و اخلاق و انسانیت، ساعتی در خدمتش بودیم، بهره ها بردیم از تخصصش لیزر و کارهایی که کرده بود و برنامه هایی که داشت و تحقیقاتی که می کرد سخن گفت. با من به عنوان یک استاد بازنشسته دانشگاه تهران درد دل میکرد. میگفت آمدم خانواده ام را ببینم، در برگشت دستگیرم کردن و الان نزدیک 5 سال است که در زندان به سر میدارم. چرا؟ از او میخواستم که با آنها همکاری کند، اما او میگفت من کارم چیز دیگری است، من مشغول کسب دکترای تخصصی در دانشگاه هستم و باید با آنجا برگردم. او با من درد دل می کرد به عنوان یک استاد بازنشسته، به عنوان استادی که 50 سال در کار تحقیق و تدریس بود و جوانها و دانشجوها رو خوب می شناخت و به روحیات آنها آشنا بود. از او خداحافظی کردیم و آمدیم. مرتب جویای حالش بودیم. شنیدیم که
حالش خوب نیست، کلیه هایش دچار مشکل شده. تا دیشب که خبر آوردند کلیه راستش را برداشتند. راستی چرا چنین است؟ چرا ملت ما دچار چنین سرنوشتی شده و با فرهیختگان و دانشمندان و محققین و انسانهای بزرگ این مملکت چنین رفتاری دارند؟ خبر میرسد که عده‌ای از زندانیان به بیماری سرطان و دیگر بیماری ها مبتلا هستند. چرا؟ میخواهم سخنی داشته باشم با دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران. امید دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود و بعد برای ادامه تحصیل به خارج رفت. آیا وقتی این خبر در سراسر ایران و جهان پخش شد، دانشجویان و استادان، به ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی شریف، چه عکس العملی نشان خواهند داد؟ آیا نباید اینها به اعتراض برخیزند؟ آیا نباید در برابر این کارها، این اعمال جنایتکارانه، سکوت را بشکنند و ترس را به کنار بگذارند و با اعتصاب و تحسن و اعتراض به حاکمیت ظالم و بیدادگر این مملکت بفهمانند که اجازه نخواهند داد که با مردم فرهیخته، با بزرگان، با دانشمندان این مملکت، با منتقدین، با سیاست پیشگان، با معترضین، با نویسندگان این رفتارهای ددمنشانه و ضد انسانی و ضد اسلامی و ضد حقوق بشری را ادامه دهند. دانشجویان عزیز، استادان گرامی، به پا خیزید، اعتراض کنید. این شطوری است که ممکن است پای یک خانه یکی که شما به زانو بزند. تا کنون چه تعدادی از دانشجویان این مملکت را اعدام کردند و این کشتارهای وحشیانه هنوز هم ادامه دارد؟ من بیش از این نمیتوانم صحبت کنم. از همه میخواهم، از همه مردم ایران، از همه جوانان، به ویژه از همه دانشجویان و استادان میخواهم که به این عمل زشت و ننگین حاکمیت به اعتراض برخیزند و مانع ادامه این قبیل اعمال جنایتکارانه شوند. و سلام.